سلام، من نرگس صمدی هستم. امروز میخوایم با هم دیگه این باف رو داشته باشیم که شما میتونید اونو تو اندازه های مختلف ببافید. در آموزش من اینو براتون میبافم و این حاشیه قشنگ رو شما حتی روی گرد بافی ساده هم میتونید انجام بدید. حالا با هم دیگه میریم و آموزش رو نگاه میکنیم. خب من قلابی که استفاده میکنم 3.25 مارکیرم که استفاده میکنم برای کانوام این مارک هستش. حالا من میخوام برای شروع اول یه حلقه جادویی بزنم. با حلقه زنجیره هم میتونید شروع کنید، یعنی 6 تا زنجیره بزنید و حلقه درست کنید. خب برای شروع من 3 تا زنجیره به عنوان یک پای بلند میزنم، یه دونه زنجیره هم برای فاصله میزنم. حالا میرم داخل حلقه و یک دونه پای بلند میبافم. حالا حلقه را دستم در میارم، دوباره یه دونه زنجیره میزنم، وارد حلقه میشم و پایه بلند میبافم. دوباره یه دونه زنجیره میزنم، وارد حلقه میشم و پایه بلند میبافم. حالا این کار را انقدر تکرار میکنم تا پایه بلندهای من به 12 تا برسه. 12 تا پایه بلند با فاصله 1 زنجیره. ببینید وقتی که من 12 پایه بلندم داخل حلقه بافتم، یه دونه زنجیرم میزنم، حالا حلقم رو میکشم که کارم جمع بشه به این شکل. یه دونه زنجیرم رو که زدم، ببین اینجا ما اومدیم 4 تا برای ابتدای کارمون زنجیره زدیم. از پایین داخل 3 زنجیره میشم و 1 بس میزنم، یه زنجیرم برای فاصله نگه میدارم به این شکل. حالا برای اینکه حلقه جادوی محکم تری داشته باشم، میتونم قبل از اینکه پای بستم رو بزنم یه دونه زنجیره که باید میزدم اینجا این نخ رو بندازم سر قلابم، حالا بستم رو بزنم. حالا برای اینکه محکم تر بشه کارو برگردونم و این نخ رو نخ حلقه جادویی گره بزنم به نخ اصلی. اینجوری دیگه مطمئنم که حلقم باز نمیشه. بعد با یه قلاب کوچیکتر میام و این نخ حلقه جادوییمو داخل بافتم پنهان میکنم. بعد اضافهشم قیچی میکنم. بعد این نخای کتان معمولا خیلی سریع حلقه جادویشون باز میشه، پس بهتره که حتما این گره رو براشون بزنیم. خب حالا برمیگردم سر کارم. ببین حالا من با 1 بست میرم داخل اون تک زنجیره‌ای که برام مونده بود. ببین این تک زنجیره که اینجا برام مونده بود با 1 بست وارد میشم. حالا 1، 2 و 3 تا زنجیره میزنم، دوباره داخل همین تک زنجیره که هستم یه دونه پایه بلند میبافم، دوباره یه دونه زنجیره میزنم. حالا میام تو تک زنجیره بعدی، داخل تک زنجیره بعدی من 2 تا پایه بلند میبافم، یه دونه زنجیره میزنم، میرم تو تک زنجیره بعدی، داخل تک زنجیره بعدی من یه دونه پایه بلند، یکی دیگه، یعنی 2 تا پایه بلند میبافم و تا انتهای این کار انجام میدم. یعنی یه دونه زنجیره میزنم، میرم تو تک زنجیره بعدی 2 تا پایه بلند میبافم، دوباره یه دونه زنجیره میزنم، میام تو تک زنجیره بعدی 2 تا پایه بلند میبافم. در انتها باید 12 تا از این پایه های 2 تایی داشته باشم با فاصله 1 زنجیره. خب ببین وقتی به آخر رج رسیدم، داخل آخرین تک زنجیرم وارد میشم، 2 تا پایه بلند میبافم، یه دونه زنجیره میزنم. حالا اینجا 3 تا زنجیره زده بودم، میرم به این 3 زنجیره 1، 2، 3 1 پایه بس یا پایه کوتاه میزنم. من پایه کوتاه میزنم از این به بعد و به جای 3 زنجیره 2 زنجیره میزنم. حالا 2 تا دونه زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. اینم چون با پایه کوتاه اومده بودم.
حالا رو پایه بعدیم که دومین پایم بشه دوتا دونه میبافم. این یک، این دو. حالا یه دونه زنجیره میزنم، میرم روی پایه بعدی. ببین به این تک زنجیره دیگه کاری ندارم، از این به بعد کل بافتم روی پایه هاست. میرم رو پایه اولی یه دونه میبافم، روی پایه دومی دوتا میبافم، در واقع پایه هامو افزایش میدم. باید هر 12 تا این پایه دوتایی من بشه 3 تا. یه دونه زنجیره میزنم، میرم رو پایه بعدی یه دونه پایه بلند میبافم، رو پایه بعدیش دوتا. یه دونه زنجیره میزنم، میرم برای دو پایه بعدی روی اولی یه دونه میبافم، روی دومی دوتا. یه زنجیره میزنم، میرم قسمت بعدی. 12 تا از این پایه ها دارم، همه این 12 پایه های دوتایی رو تبدیل به 3 پایه میکنم با فاصله یک زنجیره. ببینید من وقتی به آخر، خب وقتی من به آخرین پایم رسیدم، روی پایه دومم دوتا پایم رو بافتم، یه دون زنجیره میزنم، تمام رجهام به همین صورت تمام میشه. میام اینجا روی دومین زنجیره، چون اینجا اول دوتا زنجیره زده بودیم، میام روی این دومین زنجیره وارد میشم و یک پایه کوتاه میبافم. همه رجهام به همین صورت شروع میشه. دوتا دونه زنجیره میزنم، حالا میرم رو پایه بعدی یه دونه پایه میبافم، رو پایه بعدی دوتا. یعنی همیشه در واقع روی آخرین پایه رو دوتا میبافم. حالا 3 تا پایه داشتیم دیگه، پس سومی که آخرین پایه‌مون هست روش دوتا دونه پایه بلند میبافم. یه دونه زنجیره میزنم، میرم تو بافت بعدی. این 3 تا پایه که داشتم، گفتم به زنجیره هم کاری نداریم. پایه اولو میبافم، پایه دومو میبافم، پایه سومو دوباره میبافم. این یه، این دوباره یه دونه زنجیره میزنم، میرم تو قسمت بعدی. پایه اولو میبافم، پایه دومو میبافم، حالا رو پایه سوم دوتا میبافم. یه دونه زنجیره هم میزنم، میرم تو بافت بعدی. 12 قسمت از این بافت رو دارم، تمام این 12 قسمت پایه هاشو 4 تا میبافم. 3 تا پایه داشتم، به آخری 2 تا میبافم، میشه 4 پایه. یک تک زنجیره هم میزنم، میرم تو قسمت بعدی، 3 تا پایه رو تبدیل به 4 پایه میکنم و همینطور ادامه میدم تا انتهای رج. خب ببینید وقتی به انتهای رج رسیدم، یه دونه زنجیرم رو که زدم، میام به این دومین زنجیره که اول کار داشتم، یک پایه کوتاه میبافم. حالا این کار چون تکراره، من توضیحش رو بهتون میدم و میریم برای حاشیه بافتمون. ببینید تمام رجها گفتم به همین شکل تمام میشه. یه دونه زنجیرمون میزنیم، یه پایه کوتاه میزنیم به دومین زنجیرمون، حالا همین شکل هم شروع میشه. یعنی دو تا دونه زنجیره میزنیم، میایم پایه اول رو، پایه بعدیشو در واقع میبافیم، پایه بعدیشو میبافیم، روی پایه آخرمون دوتا میبافیم. حالا اینجا ما 4 تا رج قبل پایه داشتیم، روی چهارمون پایه دوتا میبافم، پایه ها میشه 5 تا. یه دونه زنجیره میزنم، میرم تو قسمت بعدی، دوباره همین بافت انجام میدم. برای هر 12 قسمت توی هر رج همین کار رو انجام میدم. یعنی رو هر پایه یه دونه پایه بلند میبافم، روی پایه آخرم دوتا میبافم و به این صورت توی هر رج به پایه هام اضافه میشه. دوباره یه دونه زنجیره میزنم، میرم تو بافت بعدی. حالا این کارو چقدر ادامه میدم؟ به اندازه ادامه میدم که به دلخواه من برسه، چون این بافت رو ما میتونیم تو اندازه‌های مختلف ببافیم. ببین الان من اینجا زیر لیوانیشو بافتم سایز کوچیک، اینو به عنوان زیر گلدونی یه سایز بزرگتر بافتم، حالا الانم به عنوان زیر بشقابی یا رومیزی یه سایز بزرگتر. ببین الان من انقدر بافتم که فاصله بین زنجیرام که پایام زیاد میشد، پایام به 10 تا رسید. ببین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. وقتی گفتم آخرین پایمونو بافتیم، زنجیرامو میزنیم، داخل دومین زنجیره وارد میشیم و یک دونه پایه کوتاه میزنیم.
حالا اینجا دیگه من میخوام حاشیه رو ببافم. برای بافتن حاشیه دو تا زنجیره میزنم با ما یک پای بلند، بعد روی هر کدوم از پایه هامو میبافم. 10 تا پای بلند دارم تو رج قبل، هر 10 پای بلند رو روش یه دونه میبافم. خب ببینید، من تو رج قبل 10 تا پای بلند داشتم، 10 تاشو میبافم دیگه، اینجا اضافه نمی کنم. حالا میام میرم داخل تک زنجیره دو تا پای بلند میبافم، این یکی میام دو تا. دوباره میرم تو قسمت بعدی همه پایه هاشو میبافم بدون اینکه اضافه کنم. 10 تا دونه پایه دارم، هر 10 تا پایم رو روش یه دونه میبافم تا به تک زنجیره برسم. خب ببین، وقتی 10 تا پایم بافتم به یه دونه زنجیره کسیدم، داخل یه دونه زنجیره دو تا پایه بلند میبافم و تا انتهای رج این کار تکرار میکنم. یعنی میام روی 10 تا پایم و 10 تا پایه میبافم، روی این زنجیرم دو تا پایه بلند میبافم، دوباره میرم تو قسمت بعدی 10 تا پایش رو میبافم، داخل دو زنجیرش دو تا پایه بلند و تا انتها این کار رو تکرار میکنم. و این وقتی به آخر رج رسیدم، داخل این دو تا زنجیره تک زنجیره آخرم دو تا پایه بلند رو میبافم. حالا میرم به این دومین زنجیره اول کارم یک پایه کوتاه میزنم و این رجم تموم میشه. حالا برای شروع رج بعد من 1 2 3 4 5 5 تا زنجیره میزنم، بعد 3 تا پایه میشمارم. ببین این 2 تا زنجیره که هستم کار ندارم، 1 2 3 میرم روی زنجیره سوم، پایه سومی یه پایه کوتاه میبافم، دوباره 1 2 3 4 5 5 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 روی پایه سوم یه پایه کوتاه، دوباره 1 2 3 4 5 5 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 روی سومین پایه یه پایه کوتاه و تا انتهای رج این کار تکرار میکنم. 1 2 3 3 تا پایه میرم جلو، 5 تا زنجیره میزنم، 3 تا پایه میرم جلو، دوباره 5 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 روی سومین پایه کوتاه میبافم و تا انتهای رج این کار رو تکرار میکنم. ببینین وقتی که من بافتم، الان ببینین اینجا هستم، 1 2 3 3 تا باید برام پایه بمونه که به این اول کارم میرسم، 1 2 و اینم خودش سوم. حالا من 1 2 تا زنجیره میزنم، حلقه دور قلابم میگیرم، میام داخل اون پایه کوتاه اول کار. ببین اینجا که یه پایه کوتاه داشتم، اینجا وارد میشم، یه بار حلقه اول رو میبافم، یه بار حلقه دوم و بعد حلقه آخری. حالا اگه درست بافته باشید باید 48 تا از این زنجیرهای 5 تایی داشته باشید. خب حالا برای شروع رج بعد اینجا که هستم، یه دونه زنجیره میزنم به عنوان یک پایه کوتاه، بعد میرم داخل 5 زنجیره بعدی. ببین اینجا هستم، میرم داخل این 5 زنجیره اول میشم، اینجا 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2 و 3. حالا 2 تا دونه زنجیره میزنم، میرم داخل همین 5 زنجیره که بودم، داخل همین دوباره 3 تا دونه پایه بلندشو میبافم. ببینید در واقع اینجا که بودم یه دونه زنجیره زدم با مایه پایه کوتاه، اومدم تو پنجمین زنجیره اولم 3 تا پایه بلند، 2 زنجیره 3 تا پایه بلند بافتم. حالا میرم داخل این 5 زنجیره بعدیم، اینجا وارد میشم و یه پایه کوتاه میبافم، به این شکل یه پایه کوتاه میبافم. حالا میرم تو 5 زنجیره بعدی، دوباره نخم گره داره، گره نخم پشت نگه دارم، دوباره 3 تا دونه پایه بلند میبافم، یکی این دوتا اینم 3 تا، 2 تا دونه زنجیره میزنم همین جایی که هستم، دوباره 3 تا پایه بلند میبافم، این یکی این دو و اینم. این نخم بعد دوباره از این پایه رد میکنم و اضافهش رو قیچی میکنم که مشخص نشه. حالا میرم تو 5 زنجیره بعدی اینجا و یه پایه کوتاه میزنم. دوباره میرم تو 5 زنجیره بعدی، 3 تا اول پایه بلند میبافم، 2 اینم 3.
سه. دو تا دونه زنجیره میزنم. دوباره همینجا که هستم سه تا دیگه پای بلند میبافم. یکی دوتا سه تا. حالا میرم تو پنج زنجیره بعدی یه پایه کوتاه میبافم. دوباره میرم تو پنج زنجیره بعدی سه تا پایه بلند میبافم، دو تا زنجیره میزنم، سه تا پایه بلند میبافم. بعد میرم تو پنج زنجیره بعدی یه پایه کوتاه میزنم. دوباره میرم تو پنج زنجیره بعدی سه پایه بلند، دو زنجیره، سه پایه بلند میبافم. تو پنج زنجیره بعدی یه پایه کوتاه میزنم و تا انتهای رج این کار رو تکرار میکنم. خب ببینید وقتی که به آخرین پنج زنجیرم میرسم باید داخل آخرین پنج زنجیرم پایه بلند بافته بشه. یعنی سه تا پایه بلند میبافم. یک دو نم سه تا. دو تا دونه زنجیره میزنم همینجا که هستم. سه تا دیگه پایه بلند میبافم. یکی دوتا نم سه تا. ببین حالا میام به این اول کار اینجا که یه پایه کوتاه داشتم، اینجا یه دونه بست میزنم و این رجم تموم میشه. حالا اینجا که هستم مستقیم میرم رو اولین پایه بلند. ببین اینجا بستم و زدم، اینجا پایه بلندمه. مستقیم میرم رو پایه بلند اول یه دونه پایه کوتاه میبافم. بعد میرم رو پایه بلند دومی یک پایه متوسط، یعنی همه حلقه ها رو با هم یکی میکنم. حالا رو پایه سومم یک دونه پایه بلند میبافم. بعد میرم داخل این دوتا زنجیری که داشتم، دوتا اول پایه بلند میبافم. این یکی، اینم دوتا. حالا یه پیکوت میخوام ببافم. پیکوتم یعنی سه تا دونه زنجیره میزنم. میام اینجا به این دوتا نقه اول کارمو اینجا رو میگیرم، یک پایه بست میزنم. این میشه پیکوت. حالا تو همین دو زنجیری که هستن دوباره دو تا دونه پایه بلند میبافم. یکی، اینم دوتا. حالا رو این سه تا پایه بعدیش، روی اولین پایه بلند یه دونه پایه بلند میبافم. روی پایه بلند دومی یه دونه پایه متوسط، یعنی همه حلقه رو با هم یکی میکنم. روی پایه سومم یه پایه کوتاه میبافم به این شکل. حالا مستقیم میرم روی این پایه سه تا پایه بعدی بافتم. روی اولین پایه بلند یه دونه پایه کوتاه میبافم. بعد روی دومیش یه دونه پایه متوسط، یعنی همه حلقه‌ام با هم یکی میکنم. روی پایه بعدیش یه دونه پایه بلند میبافم. به دو زنجیره میرسم، داخل دو زنجیره ابتدا دو تا پایه بلند میبافم. حالا یه پیکوت میخوام بزنم. ببینید یک دو سه تا زنجیره میزنم، میام این دو تا نخ پایین پایه رو میگیرم و یک بست میزنم. این میشه پیکوت. بعد دوباره داخل همین دو زنجیری که بودم دو تا دیگه پایه بلند میبافم. حالا این سه تا پایه که هستم، روی پایه اولیش یه پایه بلند میبافم، روی پایه بعدیش یه پایه متوسط، روی پایه بعدیش یه پایه کوتاه. ببینید بافتم به این شکل در میاد. حالا دوباره میرم این یه دونه رو دوباره براتون میبافم که کاملا واضح بشه. ببینید دوباره میرم روی این پایه های سه تا. ببینید رسیدم به این بافتم. روی پایه بلند اولم یک پایه کوتاه میبافم. این نخای کتان فقط بعدیشون هم همینه که باید کامل به قلاب بیان تمام نخاش. خب ببین اولین پایه بلندم گفتم یه پایه کوتاه میبافم. روی پایه دومم یه دون پایه متوسط میبافم. روی پایه بعدیش یه پایه بلند. خب میرسم به دو زنجیره. اول داخل دو زنجیره دو تا پایه بلند میبافم.
حالا 3 تا دونه زنجیره میزنم چون میخوام پیکوت ببافم. این 2 تا حلقه پایینم میگیرم، 1 بست میزنم. دوباره داخل همین 2 زنجیره که هستم 2 تا دیگه پایه بلند میبافم. خب حالا روی 3 تا این پایه بعدی، رو اولین پایش 1 دونه پایه بلند میبافم، رو پایه دومش 1 پایه متوسط، روی پایه سومش 1 پایه کوتاه. ببین این بافتم تموم میشه. حالا میدم تو قسمت بعدی بافتم. ببین مستقیم میام رو پایه اول 1 پایه کوتاه میبافم، رو پایه دوم 1 پایه متوسط، رو پایه سوم 1 پایه بلند، داخل 2 زنجیره اول 2 تا پایه بلند میبافم، 1 پیکوت میزنم، دوباره 2 تا پایه بلند میبافم. حالا این پایه رو پایه بلند، این پایه پایه متوسط، این پایه پایه کوتاه، این بافتم هم تموم شد. حالا مستقیم میرم تو بافت بعدی، همون کار رو تکرار میکنم. پایه اول کوتاه، پایه دوم متوسط، پایه سوم پایه بلند، داخل زنجیره 2 پایه بلند 1 پیکوت، 2 پایه بلند، دوباره این پایه بلند، این پایه متوسط و این پایه کوتاه. این بافت این قسمت هم تموم میشه، میرم تو قسمت بعدی و تا انتهای رج این کار رو تکرار میکنم. ببینیم به آخرین پایه ستایم رسیدم. رو پایه اول گفتم 1 دونه پایه بلند، رو پایه بعدی 1 پایه متوسط، روی آخرین پایه هم 1 پایه کوتاه. خب رسیدم به اول کارم. ببینین اینجا که هستم، اینجا روی این نقی که این وسط دارم بین این پایه و این پایه، این وسط 1 بست میزنم و کارم تموم میشه. حالا باید نخم رو قیچی کنم و کارم رو پشت کار نخ اضافم رو پنهان کنم. خب نخ اضافم رو قیچی میکنم، حالا نخم رو میکشم محکم، بعد اضافه نخم رو میبرم از پشت داخل پایه هام پنهان میکنم. خب حالا اینو با حوصله میارم، از تک تک این پایه ها عبور میدم، یه بارم از این سمت برمیگردم که محکم بشه. خب اینم از بافت ما، امیدوارم که شما هم ببافید و لذت ببرید. ممنون از نگاهتون.